مهمان من شاهدی است بر آخرین لحظه های زندگی دکتر نجیب الله، رئیس جمهوری پیشین افغانستان. 14 سال تحت ریاست او بر سازمان امنیت کشور و ریاست جمهوری افغانستان انجام وظیفه کرد. 4 سال با او در مقر سازمان ملل متحد در کابل به عنوان پناهنده زندگی کرد. طالبان با تسلط بر کابل دکتر نجیب الله را از مقر سازمان ملل متحد بیرون آوردند و او را در مهر ماه سال 1375 کشتند. مهمان من توانست از اونجا بگریزد و سالهاست اینجا در شهر آمستردام هلند زندگی می کند. چرا دکتر نجیب الله نتوانست از اونجا فرار کند؟ آقای محمد اسحاق توخی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. لطف کردین، تشکر. آقای توخی، شما 14 سال دستیار دکتر نجیب بودید. بله. چه زمانی که رئیس سازمان امنیت بود و چه بعد که رئیس جمهوری کشور شده بود. بعد هم 4 سال در مقر سازمان ملل با ایشون به صورت پناهنده زندگی کردید. بله. این فکر پناهنده شدن به سازمان ملل از کجا به وجود اومد؟ یعنی چرا سعی نکردید خارج بشید از کشور؟ عملیه صلح ملل متحد که در نتیجه یک توطئه تخریب شد، این موجب کردید که دکتر نجیب الله به دفتر سازمان ملل متحد در کابل پناهنده شود. اوضاع زمان آغاز به انکشاف کرد که موازی با عملیه صلح ملل متحد در چارچوب پلان 5 فقره سازمان ملل که دکتر نجیب الله او را تعقیب میکرد، توطئه به شکل کودتایی هم در برابر از او آغاز یافته بود. کجا؟ در درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان، در دولت، توطئه، در کجا؟ توطئه هم در درون حزب آغاز یافته بود. وسایل و ابزار این توطئه در داخل حزب بود. در بیرون، در بین مجاهدین هم توطئه اصلا به صراحت باید بگویم که در ماورای مرزهای شمالی افغانستان در روسیه هم وقت این توطئه آغاز یافت و بر اساس این توطئه که توطئه براندازی دولت جمهوری افغانستان بود و تخریب عملیه صلح ملل متحد بود، ولایات شمالی افغانستان یکی پای دیگر در دست نیروهای شورشی جنرال دوستم، جمعیت اسلامی، شورای نظار و حزب وحدت اسلامی قرار داده شد. ولی قبل از اون آقای توخی، مذاکراتی بین دکتر نجیب و نیروهای مجاهدین بود، پیشنهاداتی بود چه از طریق سازمان ملل؟ بله. طرح سازمان ملل بود. بله. و همه اینها دلالت بر این میکرد که ممکن بود که موقعیت دکتر نجیب اونقدر هم خطرناک نباشه، یعنی حتی صحبت از این بود ممکن بود با هم بتونن همکاری بکنن، ولی این اتفاق نیفتاد و دکتر نجیب ترجیح داد که بعد از اینکه مجاهدین قدرت رو در کابل به دست گرفتن بره پناهنده بشه به سازمان ملل. شما تهدید خطر رو از کجا احساس میکردید؟ تهدید جانی داشت؟ بله بله، تهدید از اینجا آغاز شد که اساسا دکتر نجیب الله با یک بخش از مجاهدین تماسهای خود قائم کرده بود که عبارت از محاذ ملی بود برابری گیلانی و از حضرت سبقت الله مجددی، این را تماس ها بود. ولی با بخش جمعیت اسلامی که مربوط برهان الدین ربانی و همچا مسعود بود تا هنوز تماس ها قایم نشده بود که این توطئه آغاز یافت. روزها از عملی صلح متحد خوششان نامد، بسان واضح شد. بر اساس امی پالیسی بود که برهان الدین ربانی در نوامبر 1991 بعد از اینکه کودتای تندروا در مسکو به ناکامی انجامید، به مسکو سفر کرد و به طور رسمی در یک کنفرانس مطبوعاتی مقامات روسیه فدراتیو اعلان کردند که ما از دولت مجاهدین در افغانستان حمایت و پشتیبانی میکنیم و اونا را به رسمیت میشناسیم، در حالی که دولت دکتر نجیب الله سر جایش بود هنوز. ولی آقای توخی، شما صرف این که مذاکرات، این خیلی طبیعیه وقتی بلد. که طرف‌های متخاصم در جنگ هستن با هم صحبت میکنن. ما بلد. در جنگ ویتنام هم یادمونه که دولت ویتنام جنوبی، ویتکونگ ها با امریکایی ها مینشستن در پاریس با هم دیگه مذاکره میکردن. خیلی طبیعیه که اگر که مثلا ربانی رفته مسکو و یا اینها دارن با هم صحبت میکنن، این به معنی توطئه میتونه نباشه.
ولی میتونه این باشه که نیروهای دکتر نجیب و دولتی افغانستان جنگ رو باخته بودن. نیروهای دولتی افغانستان جنگ را نباخته بودن. شدیدترین جنگی که در افغانستان بود بعد از خروج قوای شوروی عمله بالای جلال آباد بود. دولت جمهوری افغانستان برابری دکتر نجیب الله در دفع عمله جلال آباد با وضاحت نشان داد، برای غرب و برای تمام جهانیان واضح شد که این دولت توانمندی دفاع از خود داره و بعد از خروج شوروی ها 3 سال با بسیار آرامش خاطر دفع اداری امور کشور به دست حزب وطن بود که حزب دموکراتیک خلق افغانستان و حزب وطن بود و او ادامه داشت. وقتی که دکتر نجیب الله بعد از فروپاشی شوروی رسما از طریق بین‌انسوان نماینده سرمنشی ملل متحد توافق خود برای کنار رفتن از قدرت در چارچوب عملی صلح ملل متحد اعلان کرد، این اوضاع به گونه دیگه انکشاف کرد. به طور انکشاف کرد که بخشی از رهبری حزب وطن در تفاهم با جمعیت اسلامی و شورای نظام به طور مخفی در صدد تخریب پروسه عملی صلح ملل متحد برآمدن. شما ویدیو کلیپ های اخیری را که به چاپ نشر شده شاید دیده باشین که در اونجا همون بخشی را که با عملی صلح متحد مخالف بودن در تفاهم با شورای نظام رامشا مسعود و جمعیت اسلامی افغانستان اونا وارد کابل شدن. حالا شما همه اینها رو به حساب این میذارین که شوروی اون موقع علیه دکتر نجیب الله توطئه کردن و میخواستن که مجاهدین سر کار بیان، چرا باید این کار رو بکنن؟ اگر که موقعیت دکتر نجیب و دولت افغانستان اینطور بود که میتونست مقاومت بکنه و دفاع بکنه و حتی طرح مصالحه ملی رو از پیش ببره، چرا روسیه ترجیح میده یک متحد قدیمی خودش رو اینطوری فدا بکنه به نفع نیروی جدیدی که بله. سالها بود باش میجنگ؟ بله، روسیه فدراتیو که از میان خرابه های اتحاد شوروی سابق سر بالا کرده بود، اون مصروف سرپای سازن خود بود، توان استراتژیک و نظامی را که باید از جمهوریت های آسیای میانی که سابق جز اتحاد شوروی بود و از منابع اون نداشت، اونا از این بیم داشتن که اگر دولت دکتر نجیب الله سرپای خود استاده شود و با قدرت باقی بمانه، شاید جمهوریت های آسیای میانه که افغانستان نزدیکترین و کوتاه‌ترین راه برای ارسال منابعشان به دنیای غرب است استفاده بکنه و این منابع از چنگال روسیه خارج شود و روسیه در اون موقع توانایی حفظ جمهوریت ها را، نگهداری جمهوریت ها را مطابق با منافع خود نداشت. به اون خاطر اونا خواهان یک افغانستان که در اون ثبات نباشه، یک افغانستان که در اون آشوب باشه و نتانه شرکت های غربی یا به اصطلاح جمهوریت های اسلامی میانه رابطه مستقیم خود از طریق افغانستان و بیرون قائم بکنه، افغانستان دچار آشوب ساختن. این البته تحلیل شماست در این مورد. بله، تحلیل ماست. بسیار خوب. شما طی 4 سالی که شما با دکتر نجیب در مقر سازمان ملل به نوعی زندانی بودید، زندانی خودخواسته بودید، در واقع رفته بودید اونجا، طی این مدت هیچ وقت اتفاق افتاد که نشانه ها یا علائمی به شما داده بشه که از طرف مجاهدین که شما آزادید میتونین بیاین بیرون؟ هیچ نوع نشانه و علائمی نشان داده نشد. برعکس، چندین بار نماینده های ملل متحد به کابل آمدن از دولت برهان الدین ربانی که به معیت شورای نظار و ائتلاف شمال در کابل حکومت میکردن، تقاضای خروج مسئول دکتر نجیب الله را کردن و ایرا در مصاحبه های خود اونا بار بار اعلان کردن به تاسد سرمنشی ملل متحد بطرس غالی که خروج مسئول نجیب الله از افغانستان جز عملیه صلح ملل متحد بود، برای او باید اجازه داده شود که به کشور دلخواه خود برایه. ولی حکومت مجاهدین که در کابل در اون وقت مستقر بود با این پیشنهاد موافقت نکرد، در حالی که توسط خود حکومت اسلامی بسیاری از رهبرهای حزب وطن که با اونا در تفاهم بودن از کشور با شکل مسئول خارج شدن. 4 سال گذشت، شما در مقر سازمان ملل بودید تا اینکه نیروهای طالبان اومدن کابل رو گرفتند و از اون به بعد درست در شب 27 سپتامبر 1996 بله. برابر با مهر ماه، فکر می‌کنم 6 مهر ماه 1375 بله. دقیقاً چه اتفاق افتاد؟ چه کسانی اومدن در مقر سازمان ملل و دکتر نجیب رو با خودشون بردن؟ دقیقاً اتفاق طوری بود که ساعت 1 شب اونا آمدن به نام طالبا داخل مواطن ملل متحد شدن و از دکتر نجیب الله گفتن که شما را رهبری ما خواسته که به ارگ بیاین. دکتر نجیب الله برایشان گفت که من اینجا پناهنده ملل متحد هستم، من هم میخوام که از مقر خارج شم.
اونا گفتن به ما دستور است، به ما امر است. کیا بودن اینا؟ اینا افرادی بودن که گویا طالب هستن، با لباسهای شخصی داشتن، مسلح بودن، آمدن و دکتر نجیب الله را با زور از مواطع سازمان ملل متحد با خود بیرون بردن. بعد از اینکه اینا را بیرون بردن، ساعت 5 صبح، 6 صبح دوباره با زمین نیروها آمدن و برادرش را گفتن که شما را برادرتان خواسته، شما بیاین با ما برین. ولی نیروهای مجاهدین از جمله آقای فهیم، بله، میگن که کسانی از طرف مجاهدین رفته بودن، بله، و گفته بودن که بیایید و با ما خارج بشیم از کابل، بله، احتمالاً برن به طرف شمال، بله، یعنی به نوعی میخواستن جون نجیب الله و شما نجات بدن، بله، ولی نجیب الله قبول نکرده که بله. باشه. این درسته؟ بله، در اینجا هم یک فرد نظامی که تناسلا با دست داشت، کدام نامه رسمی از طرف مقامات دولت اسلامی نداشت و شناخته نمیشد که فرد کی است، به مقر مرمت داخل شد که گویا حامل پیام فهیم است بر رفتن. دکتر نجیب الله را دریافته بود، بنابرای 4 سال اقامت خود در مؤسسه ملل متحد که در طی 4 سال حکومت برهان الدین ربانی اجازه خروج برش نداده بود، در این موقع اینا کابل ترک میتن با ایزام فرد ناشناس به معنی عزیز. ولی جنرال فهیم میگه که این فرد ناشناس نبود، این شخصی بود به نام آقای جلال که قبلا هم رابطی بوده بین نیروهای مجاهدین و نجیب الله و خیلی خوب میشناخته نجیب الله. نه، یک ادعای کاملا بی اساس است که ما هیچ رو نشناختیم، دکتر نجیب الله رو هیچ نشناخت، ما اساسا نشناختیم که کی هستن. اساسا دکتر نجیب الله رو با درک کرده بود تا 4 سال اقامت خود با تجربه که داشت که تن دادن به پیشنهاد دعوت، خارج شدن از مواطن مرمتد، در حقیقت تن دادن به گروگان شدن در اختیار کسان است که او نمیخواست که در پایان زندگی خودی کار بکنه. دکتر نجیب الله تا جایی که دیدم میشد همیشه به سازمان ملل ارج میگذاشت و ای توقع از حکومت کابل هم داشت که اونا به فیصله سازمان ملل احترام بگذاره و ای توقع هم داشت که فاتینی که تازه وارد کابل میشن مواطن ملل متحده جایگاه ملل متحد مورد تخطی قرار ندن. ولی صحبت های دیگه آقای توخی اینه که دکتر نجیب الله به نوعی مطمئن شده بود که طالبان با وقتی اومدن کاری به کارون ندارن، یعنی حتی گفته میشد به نوعی بهشون اطمینان خاطر هم داده شده بود که نگران نباش. نه، یک گپ است که احساس و ادعا نداره. اساسا دکتر نجیب الله ترجیح داد که از این که ما برم آگاهانه در اختیار نیروهای شمال قرار بگیرم که ای که بالایش چی حادثه صورت می گرفت یا کدام توطئه علیه جانش صورت می گرفت، نخواست که محل ملل متحد ترک بگویه. اما طور که در زمان ورود مجاهدین او تشخیص داد که به ملل متحد تحسن اختیار بکنه و مجاهدین حریم ملل متحد نقض نکنن، با اونم انتباه خود از مجاهدین که تا 4 سال تجربه که داشت وادر نشد. میگن که دو جناحی از طالبان بودن که عده میخواستن که دکتر نجیب رو نجات بدن به طریقی جناحی که میخواستن اون رو بکشند. این شما قبول دادید که دو تا در این مورد ما چیزی گفته نمیتونم برای که اساسا قتل دکتر نجیب الله تا جایی که دیدم میشه فاز شواهد نشان میده اساسا در پشت قتل دکتر نجیب الله طالبا اساسا قرار نداشتن، دستگاه استخباراتی پاکستان ISI قرار داشت، طالبا وسیله بودن، پوششی بودن برای از اینکه امی قتل و شهادت زوره پنهان بکنن که گویا به دست طالبا کشته شده. در اولین ساعت که طالبا داخل کابل شدن، اول آمدن دروازه ملل متحد کوبیدن و او رو با خود بردن. طالبا نه کدام شناخت از کابل داشتن، نه معلومات از نقاط مختلف کابل داشتن. فهمیده میشد که این در پشت خب ولی همه میدونستن که دکتر نجیب در مقر سازمان ملل، یعنی طالبان دنبالش بودن، پیدا کردن مقر سازمان ملل کار طالبان در مشکل نیست. طالبان در ساعت یک شب برایشون مشکل بود که دروازه مردم دیگر برای بکوبه که دفتر سازمان ملل در کجا است. اینطور نبوده. آقای توخی چرا شما رو نبردن؟ ما رو هم میبردن، دو نفر نماینده استاف خارجی ملل متحد در کابل که یکش ترکیه بود و یکش طبیعی استرالیا بود، در مواطع ملل متحد بودن. اونا آمدن برای ما از این موضوع اطلاع دادن، دکتر نجیب الله را اونا به شهادت رساندن. باز ما چون دانوز دروازه ملل متحد از طرف طالبان گرفتن شده بود، ما و محافظ یا بادیگارد دکتر نجیب الله ما مقر ملل متحد ترک دادیم و راستن
از طریق پاکستان، از طریق جلال آباد به عین دفتر نمایندگی ملل متحد که دفتر مماثلش در اسلام آباد بود به اونجا رفتیم پناهنده شد. ولی دفعه اولی که نومدن و دکتر نجیب رو بردن شما رو نخواستن؟ نه نه ما رو نخواستن. شما میگید که شما سوال کردید از اینا که آیا ما رو هم خواستن یا نه؟ بله ما سوال کردیم و اونا گفتن نه. نه نه هنوز نخواستن شما رو. شما رو چرا شما سوال کردید؟ ما نمیدونستیم که سر دکتر نجیب الله چی بود. از مرگ دکتر نجیب الله خبر نداشتیم. ما برشان گفتیم که ما خوب با نجیب الله جا بودیم، وقتی که برادرش میبینین ما هم یک جای میخوایم باشیم، اما تو گذاشتن یک جا بودیم. گفتن شما رو نخواستن، برادرش رو نخواستن. فکر میکنید که چرا اصولا نجیب الله رو کشتن؟ یعنی حالا شما پاکستان رو مسئول میدونید به نوعی، ولی اصولا نجیب الله که دیگه خطری برای کسی نبود، مجاهدین حتی برکنار شده بودند، طالبان اومده بود و اوضاع افغانستان دیگه از اون فضای گذشته کنده شده بود. اساسا دکتر نجیب الله در طی 5 سال حکومت مجاهدین در افکار عامه مردم افغانستان گذشتهش و سابقهش و کارکردهایی که داشت در افکار عامه افغانستان به حیث یک شخصیت ملی تبارز کرد. پاکستانی ها این تشخیص دادن که در صورتی که طالبا و حکومت اسلامی که در وابستگی با پاکستان باشه، در افغانستان باشه، در وجود شخصیت های قوی و کاریزماتیک که مثل نجیب الله مشکل است که اونا این حکومت ها را داشته باشن. اونا هر شخصیت را که سبقه ملی می داشتن و می تانستن که از منافع ملی افغان ها با صراحت دفاع بکنن، برای از اونها خوشایند نبود. به اون خاطر چهره کاریزماتیک نجیب الله، شخصیت نجیب الله، طرز اداره نجیب الله برای پاکستانی ها کاملا واضح شده بود. از اون خاطر اونا یک رقیب یا حریف برای خود خوشایند نمیدن، مناسب نمیدن که زنده باشه. به اون خاطر دست به قتل زدن. حالا برگردیم به زمانی که مذاکراتی در جریان بود بین دولت دکتر نجیب و مجاهدین. بله. چه نوع مذاکرات؟ راجع به چی صحبت می‌کردید؟ چه پیشنهاداتی به مجاهدین میداد؟ گویا پیشنهاد داده شده بود به مثلا احمد شاه مسعود، پیشنهاد پست وزارت دفاع داده شده بود. مذاکره با احمد شاه مسعود نبود اساسا، یک با پست احمد شاه مسعود پیشنهاد شده بود که اگر شما بیاین در یک حکومت که تمام نیروهای ائتلافی شریک باشه و شمول حزب وطن و شمول مجاهدین در چارچوب یک برنامه سال، در چارچوب یک آشتی ملی، این پیشنهاد به همه گی داده شده بود، هم به تنظیم های سیگانه اعتدالی داده شده بود، هم به تنظیم های جمعیت اسلامی و همه چماتون داده شده بود که اونا نپذیرفتن. دیگه مذاکراتی که صورت گرفته بود هنوز در مرحله مقدماتی بود. یک ملاقات دکتر نجیب الله با سید احمد گیلانی در سوئیس انجام داده بود، یک ملاقات دیگه خود در عراق انجام داده بود که اونا تم مربوط تنظیمای اعتدالی بودن و با شاه سابق روابط داشتن. اساسا تشخیص دکتر نجیب الله از پروسه مصالحه ملی بود که بیشتر تکیه میکرد که افغانستان یک جامعه نویس، باید شاه سابق دوباره به افغانستان بازگشتانده شوه، در اینجا بیایه و در افغانستان حکومت ائتلافی تشکیل شوه، در رأس این دولت شاه سابق باشه تا بتونه جامعه قبیلوی افغانستان بنا به سنت هایی که در گذشته وجود داشته دوباره ثبات خود پیدا بکنه. اما تنظیم های بنیادگرا که اونا تنظیم های سیاف بودن، از جمعیت اسلامی برانالدین ربانی و احمد شاه مسعود بود و از گلوبالدین حکمتیار بود، این تنظیم ها با اتیاد طرح دکتر نجیب الله داشت اونا توافق نداشتن. یعنی علت شکست اون طرح مصالحه ملی دکتر نجیب و پادرمیانی سازمان ملل صرفا به خاطر اینکه این نیروها موافقت نکردن. بله 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 کاملا. بس توطئه در کار نه. ولی در اخیر اینا هم به می تفاهم کردن که اگر دکتر نجیب الله نباشه، اگر دکتر نجیب الله در قدرت نباشه، ما آماده هستیم که طرح سازمان ملل بپذیریم. خب و دکتر نجیب قبول کرد که بره کنار. بله خب بعد چرا شکست خورد؟ در 28 مارچ 1992 دکتر نجیب الله اعلامیه خود برای کنارگیری از قدرت ایران کرد. در اینجا یک فاکتور بود که امریکایی‌ها متاسفانه از طرح عملی ملل متحد چندان پشتیبانی نکردن و روس‌ها این عملی را خونسا کردن، سپورتاش کردن توسط یک دیداد اعضایی از رهبری حزب وطن، بخش نظامی و سیاسیش، در وجود قوت‌های احمد شاه مسعود با جمعیت ربانه. شما آقای توخی تصویر خیلی مثبتی یک از نجیب الله می‌سازید به عنوان یک شخص میهن‌دوستی که این اواخر هیچ هم و غمی بجز منافع ملی افغانستان نداشت. ولی ایشون زمانی هم که رئیس سازمان امنیت و خاد بود یک
تصویر دیگری مردم ازش می ساختند. اون رو به عنوان قصاب خطاب می کرد. بله، ما تصویر نمی سازم. دکتر نجیب الله با سیاست های خود، با عمل کرد صادقانه خود در برابر وطنش تصویرش خودش ساخته بود. دکتر نجیب الله، ما با این طرح شما موافق نیستم که دو شخصیت داشت، یک شخصیت داشت. زمانی که رئیس اداره اطلاعات بود، او سیاست ها را تعقیب و تطبیق می کرد. زمانی که باعث رئیس جمهور قرار گرفت، ولی اونجا در سیاست ها را تعیین می کرد. شما هم اونجا بله. مسئول سمت خیلی مهمی داشتید. افراد رو شکنجه می کردن، افراد رو می کشتند. این اتفاقات در خود می افتاد. نه نه نه، من برای شما بگم که اداره اطلاعات افغانستان که دکتر نجیب الله رهبری رو داشت، در زمان تاسیس شده بود که افغانستان باعث داغ‌ترین کارزار جنگ سرد بین قدرت‌های بزرگ تبدیل شده بود. اداره اطلاعات افغانستان تنها با چند شورشی افغان در داخل کشور مواجه نبود، با ده‌ها هزار بنیادگرای اسلامی که از مراکش تا اندونزیا به افغانستان سرازیر شده بودند در مبارزه بود. مبارزه وسیع و گسترده‌ای که مورد پشتیبانی بی‌دریغ محافل بنیادگرا از بیرون قرار داشت. در او حالت طبیعی است که ارگان اطلاعات امنیت دولتی افغانستان هم کارکردهایش دچار اشکالات شده بود و جنگ روانی و تبلیغات که علیه حکومت او وقت افغانستان و علیه سازمان اطلاعاتی افغانستان برای افتاده بود، در ذهنیت عامه افراد و در ذهنیت افکار ما بی تاثیر بود و نمیتوانست که گویا خود یک چهره نسبتا زشت و تند داره. ولی تا جایی که من میفهم دکتر نجیب الله در اون وقتا مطابق قوانین نافذ افغانستان اداره خدمات اداری رهبری میکرد. دکتر نجیب از یک چهره خیلی انقلابی مارکسیستی تبدیل شده بود به یک چهره ملی بیشتر. بلی. در این اواخر. بلی. این تغییر فکر در از نظر ایدئولوژی هم شده بود، یعنی دیگه مارکسیست نبود؟ اساساً حزب دموکرات خلق افغانستان حزب مارکسیستی نبود. برنامه حزب دموکرات خلق افغانستان برنامه مارکسیستی نبود. و یکی از سوال سر سیاست گذاری ها بود، نه سر آرمان ها. آرمان هسته مرکزی آرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان ترقی اجتماعی و عدالت اجتماعی تشکیل میداد. دکتر نجیب الله کدام اختلاف نظری با رهبری حزب نداشت، فقط او میخواست که در چارچوب یک سیاست مسالمت آمیز، در چارچوب پولاریزم سیاسی، حزب وطن در کنار سایر احزاب برای مبارزه با مبارزه خود ادامه بده و در افغانستان پولیتن با وجود ده. روی امین منظور بود که برنامه مصالح ملی ترک کرد و مطابق برنامه مصالح ملی یک حکومت تشکیل داد که در او افرادش 90% افرادش مربوط به افراد غیر حزبی بودند و حزب دموکراتیک خلق افغانستان مربوط نبودند. صدر اعظم در آتش خالق یار بود و از پارلمان رأی اعتماد گرفت. عذاب قانون عذاب سیاسی تصویب شد، عذاب سیاسی مطابق با قانون تبارز کردن. اینها اقدامات بود دکتر نجیب الله به خاطر از اینکه با وقتهای جامعه افغانستان مطابقت داشت. تا این چهار سالی که شما در مقر سازمان ملل متحد بودین، راجع به چی صحبت میکردین با هم دیگه؟ زندگیتون چطوری میگذشت اونجا؟ زندگی ما میگذشت داخل ملل متحد با گذشتهای خود، با اشتباهاتی که صورت انجام داده بود، با کارکردهای خوبی که شده بود، برکم با اشتباهاتی که شده بود، با علل و عواملی که موجب سقوط حاکمیت گردید، با تمام اینا با هم صحبت میکردیم، حرف میزدیم. چقدر امیدوار بود دکتر نجیب به آینده که به هر حال یه روزی خارج بشه و بتونه زندگیشو بکنه؟ دکتر نجیب الله اساسا آدم بسیار اپتیمیست بود در زندگی. جسارت و اپتیمیزمش به همه معلوم بود. اپتیمیست بود، خوشبین بود با آینده کشور خود، بدبین نبود. امیدوار بود که اگر مثلا از مقر سازمان ملل متحد بیرون برایه، بازم بتونه برای وطن خود، برای مردم خود خدمت بکنه. این امیدواری را ما داشتیم، متاسفانه که چانس. شما خودتون آقای توخی زمانی که از مقر سازمان ملل اومدین بیرون، شما در جاهای مطالبی که نوشتین میگین که من بعد خودم رو در مقر سازمان ملل در پاکستان رفتم، اونجا خودم به اونجا رسوندم. بله بله. ولی توضیح نمیدین که از کابل تا اونجا چطور رفتم. از کابل همه راه باز شده بود تازه. چطور از مقر سازمان ملل فرار کردیم؟ از مقر سازمان ملل از دیواری که پشت سرش اداره ملل متحد بود ما خارج شدیم. هنوز در آزار شورای نظار کابل تر داده بود، طالبان نگرفته بودن. با تاکسی خود به ایستگاه بوس های جلال آباد رساندیم. در اون در لباس ها شیشتیم، ما لباس های شخصی داشتیم. رفتیم به تورخم، از تورخم عبور کردیم، راه باز شده بود. با کی بودید شما؟ با محافظ دکتر نجیب الله حیات الله جبسر یک جای دو عبدیمو رفتیم.
بادزو از پشاور از دورا خود به اسلام آباد رساندیم. ما را 5 روز اونجا نگاه کردن. بعد از 5 روز صلیب سرخ تغییرش مخصوصش آمد. از حکومت هند تقاضای رسمی صورت گرفت. ما در موتر صلیب سرخ و توسط هواپیمای صلیب سرخ ما از میدان هوایی اسلام آباد رسماً توسط یک نفر از نماینده ملل متحد که ما با طیاره بود و ما را به قیلی به مقامات وزارت خارجه هندوستان تسلیم دادن. حالا به همون شکلی که شما اومدین بیرون دکتر نجیب نمیتونست بیاد بیرون؟ یعنی روز قبلش قبل از اینکه بخوانش؟ ما هنوز اونا را در ساعت اول که طالبان داخل کابل رسیدن آمدن دکتر نجیب را با خود بردن. اونا را موقع ندادن. ساعت یک شب بود. میگن که شما محرم راز دکتر نجیب هم بودید، حتی نزدیکتر از برادرش باش بودین. چیزی هست از زندگی دکتر نجیب به خصوص در این دورانه که شما 4 سال با هم بودید که به ما نگفته باشید یا به کسی نگفته نه باشید؟ نه، محرم رازش در زندگی رسمی بودیم، در زندگی شخصی. من منظورم همون رسمی. زندگی رسمی نه دیگه اوتو چیز نمانده که من نگفته باشم. و البته چیزایی که پیش من باز چیزایی دیگه که پیش من هست که من مصروف هستم که یادداشت خود رو نوشته میکنم که اون یک روز به نشر برسانم. آقای محمد اسحاق توخی، خیلی متشکرم شرکتتون در برنامه. ممنون از شما. تشکر.